اگر اجازه دهید، عقیدم را در خصوص سفر امپراتور بگویم. بگو. قطعاً دیدار امپراتور از اورشلیم یک دیدار ساده نیست. شاید به خاطر مقاومت بنی اسرائیل در امر ساخته شدن معبد جوپیتر، این سفر زهر چشمی از پرستندگان و شیفتگان یهوه نیز باشد. بله، دقیقاً همین طور است. چه احمقند این فرزندان اسرائیل که گمان می کنند در برابر قدرت امپراتوری عظیم روم و خدایان اولمپ و عظمت مریخ می توان قد علم کرد. اگر از همان اول گذاشته بودند که معبد جوپیتر ساخته شود و مجسمه امپراتور در معبد اورشلیم نصب گردد، این همه کشته نمی دادند. همان کاری که باید در ابتدا بدون خونریزی انجام می شد. به خاطر مقاومت مذبوحانی بنی اسرائیل پس از 3 سال منتها با دادن کشته های بسیار انجام شد. از آنها ابلهتر این مسیحیانند. نمی دانم اینها از خدای نادیده چه دیدند که او را به خدایان قدرتمند روم ترجیح داده و جان فدایش میکنند. خدایی را که انسان نمیداند چه شکلی است، نمیداند مرد است یا زن و نمیتواند برای او مجسمه‌ای بسازد، چگونه میتواند او را ستایش کند؟ اگر او خدای قدرتمندی بود، پرستندگانش این همه ضعیف و ذلیل نبودند. خودتان را ناراحت نکنید عالی جناب. دیوانگی آدم‌ها را حد و حصری نیست. حتی از پیامبر خودش هم نتوانست دفاع کند. مشتی یهودی او را به صلیب کشیدند. شکوه و جلال آپولون پسر قدرتمند جوپیتر قادر والا را بنگرید و ضعف و زبونی پسر خدای اینان را. میگویند در اصل دینشان عیسی پسر خدا نبوده، بلکه پیامبر او بوده. یکی از مبلغین مسیحی بعد از مصلوب شدن عیسی این قضیه پدری و پسری را برای جذب بیشتر رومیان به این دین به راه انداخت. شاید از رومیان آموختند که پسری برای خدایشان بیافرینند. میبخشید عالی جناب، جلسه امروز برای بحث پیرامون عقاید مسیحیان است یا جناب دیوکلتیانوس جهت موضوع مهمتری ما را به اینجا خواندند؟ آفرین، مطلب ما خیلی مهمتر از این حرف است. قطعا ورود امپراتور تمهیدات زیادی را میطلبد که مورد بحث امروز باید قرار بگیرد. ورود امپراتور به فیلادلفیا باید یک حماسه باشد. شما بروتوس عزیز. بله عالی جناب. تمام معابد را باید مرمت کنید. تندیسی از آگوست را در معابد نصب کنید. معبد آپولون، پلوتون، سیبل، مریخ، دیانا و حتی میترا و هر آنچه که نامش معبد است و خدایی که در آن پرستش می شود، چه رومی و چه غیر رومی. و اما شهردار عزیز جناب سودینانوس، می خواهم مجسمه جدیدی از جانوس خدای دروازه ها بر دروازه شهر نصب شود. خب؟ حتما خواهم. و اما مارتینوس، رئیس اداره مالیات، با توجه به سابقه دوستی بین من و امپراتور باید هدیه‌ای در خور شأن ایشان تهیه کنیم. چگونه؟ از امروز مالیات ها را 2 برابر کنید. چگونه عالی جناب؟ همین مقدارم به زور جمع می کنیم. جناب مارتینوس عزیز، نه اینجا روم است و نه اینها که ما را بر آنان گماردند انسان. اینها مشتی حیوانند که اگر شیرشان را ندوشی نصیب گوساله ها خواهد شد. پس بدوشیدشان. و اما دیناسیوس عزیز، آمفی‌تئاتر میخواهم مناسب حضور امپراتور. گلادیاتورهای زیادی را جمع‌آوری کنید.
شیرها و خرسهای وحشی و درنده و همینطور تعداد زیادی مسیحی. مسیحی برای چه حالی جناب؟ میدانم که خشونت با روحیه طبیبان سازگار نیست. تعجب میکنم شما که این همه کندذهن نبودید جناب تلمیخا. خب از شما میپرسم، خرسها و شیرهای وحشی باید با چه وسیله امپراتور را سرگرم کنند؟ خب معلوم است، زمین فیلادلفیا باید از خون سیراب شود، از خون مسیحی. بله عالی جناب. همین حالا به نزد آدونیا برو و بگو حتما جایش را تغییر دهد. ممکن است پلوتون در زیر شکنجه سخن گفته باشد. یعنی پلوتون؟ عالی جناب، اگر سخن گفته بود آدونیا تا به حال باید دستگیر می شد. از کجا که به عمد آزادش نگذاشتن تا به عنوان تئومه از او استفاده کنند و او را با همه پیروانش یک جا دستگیر کنند؟ پس این احتیاط لازم است آلی جناب؟ ببین گالوس، اگر قرار باشد تو با شیری تنها در یک قفس زندگی کنی، باید بیش از آنچه که عقل به تو میگوید احتیاط کنی. مواظب خودت باش، ممکن است آدونیا تحت نظر باشد. اطاعت آلی جناب. هی شمون یا مواظب این اسب باش تا من برگردم. باش مواظب باش. باشد. با جناب ماتیوس کار دارم، امر بسیار مهمی است. همینجا بمان. سلام عرض کردم قربان، جان نثارم قربان. چه خبر از اویل؟ به نظر شادمان میایی. او را تعقیب کردم. ابتدا در مراسم آتش سوزی آن مسیحی شرکت کرد، سپس به منزل پدر آن جوان مسیحی. در حیات منتظر باش. دست بوسم آلی جناب. حتما آلی جناب. روم، آتن، انتاکیه، کرت، قبرس، فلسطین، سوریه و البته فیلادلفیا، همه جا را خداپرستان پر کردند. هرچه آنان را میکشیم، شکنجه میکنیم، به دریا میریزیم و یا جلوی شیرهای وحشی میاندازیم، باز هم تمام نمیشوند. آنها حتی به قصرهای ما هم نفوذ کردند. معلوم نیست دین گازران از کجا به قصر را ریخت نکرده است. جناب جولیوس، تو یا نمیفهمی یا خود را به نفهمی میزنی. مگر امپراتور دمیسیان پسر عمویش فلاویوس کلمانس و همسر او فلاویا دمیسیا را به جرم مسیحی بودن گردن نزد؟ نکند آنها هم گازر بودند؟ با این حساب آیا عاقلانه نیست که ما هم مراقب دربار خیش باشیم؟ منظورت چیست؟ خب من منظور خاصی نداشتم، فقط جهت احتیاط گفتم. ولی من به درباریان خودم اعتماد دارم، اما با حرف تو هم موافقم، باید مراقب بود. عالی جناب ماکسیمیلیانوس.
پس بالاخره مشاور عالی ما تشریف آوردند. در خدمت گذاری آماده ام قربان. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. از اینکه دیر کردم پوزش می طلبم. امید که مرا عفو کنید. جناب ماکسیمیلیان تا به حال کجا بودند؟ پوشیده داشتن حقیقت از جناب فرماندار ممکن نیست. من امروز به دیدار یک... نه، بگذار خودم حدس بزنم. حتما رفته بودی برای دیدن مراسم آدمسوزی امروز. آری؟ سوزاندن مردی که به جای کرنش در برابر تمثال امپراتور آن را سرنگون کرده و به دیگر خدایان نیز اهانت کرده بود. حتما درست نیست؟ درست حدس زدی داری جناب. حتما شاهد صحنه‌ای بسیار هیجان انگیز بوده ای. دیدن توده ای از آتش که سر به آسمان کشیده و شنیدن ناله و زجه مجرمی که آتش گرفته و فریاد می کشد واقعا دیدنی است. دیدن این صحنه ها انسان را به وجد می آورد و دشمنان را به وحشت می اندازد. ولی جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز از این صحنه ها می بینیم. آیا صحیح است که به خاطر آن مراسم در این جلسه به این مهمی حاضر نشوید؟ علت تأخیر فقط دیدن آن مراسم نبود. بنده به ملاقات یک خانواده رومی هم رفته بودم. بیمار بودند؟ خیر، محتاج بودند. از آنها دلجویی کرده و نیازشان برآوردم. براستی تو گمان میکنی که با محبت و دلجویی میتوان بر این مردم حکومت کرد؟ منظور جناب دیوکلتیانوس را میفهمم. حکومت با شمشیر، ولی به نظر من شمشیر کافی نیست. جناب ماکسیمیلیانوس، ما هر روز شاهد بروز آیین جدید در بین مردم هستیم. چگونه میتوانیم بدون شمشیر این آیین‌ها را سرکوب کنیم؟ آیین‌ها در همه جای دنیا همیشه بروز کرده و زمامداران گوناگون با آن برخوردهای گوناگون کردند. گاه سیاستمداران با درایت از طریق محبت به مراد رسیدند و گاه با شمشیر. ولی من معتقدم محبت معجزه‌ای می‌کند که شمشیر نمی‌کند. تو اشتباه می‌کنی ماکسیمیلیانوس. حکومت تنها در سایه شمشیر ممکن است. از محبت کاری ساخته نیست. محبت تنها قدری از تلخی زهر شمشیر را میکاهد. همین. آلی جناب، بهتر نیست برویم سر اصل مطلب؟ میبخشید آلی جناب، میتوانم سوالی از جناب ماکسیمیلیان داشته باشم؟ بپرس. این خانواده ای که به دیدنش رفتید متعلق به پلوتونیوس مجرم نیست؟ که امروز به جرم پیروی از مسیح سوزانده شد؟ یک رومی نیازمند باید یاری شود و یک رومی خطاکار مجازات. تعجب میکنم تو برای دلجویی از خانواده یک مسیحی مجرم رفته بودی؟ بله عالی جناب، این مورد صحیح است، ولی به نظر عالی جناب به خاطر خطای یک نفر باید خانواده‌اش نیز مجازات شوند؟ خوب حواست را جمع کن جناب ماکسیمیلیان. تو مرا خوب میشناسی و میدانی که برای جان انسانها حتی به قدر حشره‌ای هم ارزش قائل نیستم. تو شوهر دخترم هستی، اما از چشمانم عزیزتر نیستی. اگر نمیدانی از دخترم بپرسون، شاهد بود که چگونه چشم خیانتکارم را از حدقه درآوردم و به دور انداختم. پس مراقب کارهایت باش. کافیست که ذره‌ای به کسی شک کنم. همین. دیگر سوالی ندارید؟ نه، فقط توصیه‌ای دارم. من اگر جای شما بودم بیشتر به بانو هلن و سرنوشتش می‌اندیشیدم.
نمیفهمم این چه ربطی به شما دارد؟ شما با این رفتاری که میکنید او را به خطر میاندازید. باید بیشتر مراقب رفتارتان باشید. شما هم مواظب دهانتان باشید، چون حرفهای بزرگتر از خود بیرون میدهد، ممکن است خرد شود. یعنی ممکن است جناب ماکسیمیلیان هم یک موحد باشد؟ به سادگی نمیتوان پذیرفت. باید منتظر حوادث آینده بود. جناب ماکسیمیلیان؟ ها؟ شنیدیم که قاضی به جولیوس میگفت یک نفر زیر شکنجه محل اختفای آدونیا را افشا کرده است. حدس می زدم. نگران نباشید، گالوس به دنبال آدونیا رفته. برفیم. جولیوس از کجا فهمید شما کجا رفته بودید؟ بیشک کسی را به مراقبت من مأمور کرده است. فکر میکنید او چقدر می داند؟ بدون تردید او می داند که من و همسرم بت نمی پرستیم، اما نمیدانم از رابطه ما با موحدان هم چیزی میداند یا نه. اگر به تو مظنون شده، خب چرا به ما نباشد؟ گمان نمی کنم. مشکل او با جناب ماکسیمیلیان است، نه با ما. متاسفم که این را میگویم. او از ابتدا به بانو هلن چشم داشته. آری، این را هم من میدانم، هم هلن و هم دیوکلتیانوس. اما همه هم می دانند که هلن پاکتر از آن بود که بتواند با چنین موجودی ازدواج کند. باید از او برحذر بود. او به امپراتور نزدیک است. با کینه‌ای که از شما دارد، اگر دندانش در شما گیر کند، تا استخوان فرو خواهد برد. نگران نباشید. او مدرکی علیه ما ندارد و به یاری خدا از این پس نیز نخواهد داشت. می دانید؟ من انتظار برخوردی شدیدتر از جناب دیوکلتیانوس را داشتم. او تا مجبور نشود این کار را نخواهد کرد. خوب می داند که دوام حکومتش در فیلادلفیا بستگی به حمایت پدران من و شما دارد، و برای همین منظور ما را به عنوان مشاور از امپراتور درخواست کرد. جناب فرماندار، اجازه می فرمایید؟ پایه های حکومت شما را تصمیم گیری های مناسب و یا نامناسب می تواند تثبیت یا متزلزل کند. ماکسیمیلیان به جز این که داماد شماست، فرزند سناتور مارسلوس، سناتور بلند پایه سنای روم نیز هست. در واقع از نزدیکترین یاران امپراتور است. تصمیم گیری در مورد او بسیار مشکل است. بله، می فهمم. ولی خودسری های او ممکن است دیگران را گستاختر کند. اگر از جانب او احساس خطر کنم، لحظه مجالش نخواهم داد. فعلا لازمش دارم. تا فردا. من تنهایم، میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمید، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم،
حتما اینطور بوده. تو همیشه پسر خوبی بودی. بیا ارکلین، بیا پسرم، پدر کسالت دارد. تو برو برای خودت بازی کن. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون به آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین برای که مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش را به من نزنید. هرلن، گناه پدران را به پای فرزندان نمی‌گذارند. شما خود می‌دانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکندم. اگر گهگاه به نزد او می‌روم یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگرنه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوکلتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. آره، این حقیقت دارد. بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نزارم قربان، درود بر آن. کارت عالی بود عزاریل، خیلی خوب، آفرین. مأموریت تازه‌ای داری. مراقب آدونیای کوزگر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سروران. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم حالی جناب؟ بله سروران، مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس می گیرند. خدمتگزاری حاضرم. بگیر. قربان. برویم. او گفت و شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم. مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود. تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سربریدند و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلاً اینها را شنیدم. شما شنیدید، اما من با چشمان خود شاهد بودم.
شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود، همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از دیوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد، و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمیداد. تا اینکه خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت های شدید برای دستگیری بود شکنان به عمل آمد. مریم مقدس، این کار خطرناک است، به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطعه قطعه می کند. این کار را نکنید. این کار نیست، شاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریکان مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست، تنها فرمان مرا اطاعت کرده، رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو! مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. میخواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل آپولون از خدای عیسی بیزاری میجویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمیپرستم و به جز او خدایی نمیشناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت‌پرستان، و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. ای خدای اونم، این قربانی را از من بپذیر. ای آپولون قدرتمند، این است سزای کسی که به خدایان خیانت کرد. خدایا از من قبول کن، بنده شرمنده را پذیرا باش. الهی دخترم را به تو سپارم، نگهدارش باش. الهی اونها را برای تو شکستم. او در پیش چشمانم میسوخت و از من کاری ساخته نبود. خداوند روح او را با مریم مقدس هم نشین کرد. او زن شجاعی بود. من برای خود شما نگرانم. در نهایت
او عقیده شما را خواهد دانست. من خوابهای وحشتناکی میبینم. نمیدانم خداوند چه مقدر کرده است. وای من میترسم. این همه تشویش بیهوده است. دیگران نباش. هر اتفاقی که بیفتد ما کنار هم خواهیم بود. دیشب خواب دیدم که دقیانوس شما را کشته است. اما شما زنده‌اید. او پی در پی نعره های وحشتناک می کشید و بین ما ایستاده بود. ما نمی توانستیم به یکدیگر برسیم. بین ما فاصله زیادی بود. من جوان بودم و شما پیر شده بودید. دیدم شما پدرم هستید. مانده بودم که کدام یک از شما پدرم هستید. او از این که شما را کشته بود شادی میکرد. من میترسم. میترسم. آرام باش هلن عزیز، آرام باش. به خاطر یک خواب که این همه ناراحتی نمی کند. خداوند بندگان موحدش را تنها نمی گذارد. من جز شما کسی را ندارم. شما تنها همسرم نیستید. معلم من، مربی من، منجی من، همه کس من شما هستید. من روشنایی را با شما دیدم. امید را با شما یافتم و ایمان را از شما آموختم. تو خود لایق درک این ارزش ها بودی. من که کاری نکردم. من به تو افتخار میکنم. دیشب خواب دیدم که این تابلو از آن مادرم است. حالان که من مادرم را دیدم، دیدم که من مردم. شما مانده بودید که مرده مرا باور کنید که بر گور است، یا زنده مرا که بر این تابلو است. من از این تابلو هم میترسم. خودت را ناراحت نکن. یک تابلو که این همه نگرانی ندارد. آن را از اینجا برداری. نه نه، من تابلوی همسرم را دوست دارم. اجازه نمیدم کسی آن را از اینجا بردارد. ما در اقلیتیم، پس باید سعیمان بر این باشد که نیروی خود را صرف تربیت همکیشانمان و جذب افراد بیشتری به مسلک مسیحیت بنماییم. تا کی باید گروه گروه از همکیشانمان را به کام مرگ بفرستم؟ چرا باید سکوت کنیم؟ به اعتقاد من، تحمل مصائب و سختی‌های گوناگون در این زمان خود عبادت بسیار بزرگی است. شما اگر مردم را علیه حکومت نشورانید، هیچ نزاعی بین مسیحی‌ها و رومی‌ها رخ نمی‌دهد. آیا مولایمان مسیح ما را از اطاعت ظالم منع نکرده است؟ شما حق ندارید جان مردم را بیهوده به خطر بیفکنید. قدرت از آن خداوند است. به هر که بخواهد عطا خواهد کرد. پس هیچ قدرتمندی نیست که اقتدار خود را از جانب خداوند کسب نکرده باشد. خداوند قدرت خود را به پیامبران و صالحان تفویض می کند.
بیشک قدرت ستمگران قدرت شیطانی است، نه الهی. آیا قدرت ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و یا عیسی و هیرود یکیست؟ سلام مرد خدا. سلام، خوش آمدی گانوس. روزگار بر تو خوش. سرورمان ماکسیمیلیان چه میکند؟ ایشان مرا به اینجا فرستادند، گفتند که محل اختفای شما افشا شده، هرچه زودتر اینجا را ترک کنید. یعنی خطر این همه نزدیک است؟ جناب ماکسیمیلیان هشدار بیجان نمیدهد، عجله کنید، وقت را نباید تلف کرد. بسیار خوب، شما بروید، من خواهم آمد. ابتدا باید اینها را روانه کنم. بگو با احتیاط بروند، ممکن است اینجا تحت نظر باشد. برادران، هم اکنون برای من خبر آوردند که اینجا امن نیست، با احتیاط و آرامش اینجا را ترک کنید. سه روز دیگر در زیرزمین‌های گورستان بیرون شهر همدیگر را خواهیم دید. شما با این کارهایتان هم خلاف تعلیمات دین مسیح را به مردم می آموزید، هم جان آنها را به خطر می اندازید. خداوند همه ما را هدایت کند. اگر به آنجا هم ریختند و مردم را قتل عام کردند، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ به لطف خدا باید امیدوار بود. هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. استاد، اگر نیاز هست من هم برای مراقبت از شما اینجا بمانم. نه، برو، نگران نباش، من هم از اینجا خواهم رفت. خدا نگهدار. چه میخوایی مرده که جاسوس؟ هیچ، من از اینجا عبور میکردم. اینجا میکردی؟ فقط یک بار دیگر تو را اینجا ببینم زنده نخواهی ماند، فهمیدی؟ دوشا!